سرخط خبر. سقوط ولسوالی کهمر در ولایت بامیان در دست طالبان. آمادگی نیروهای امنیتی بامیان در مقابل حملات گروه طالبان. پوسته باغک چگونه سقوط کرد؟ و مجلس نمایندگان و سازمان ملل میگوید از زنان در مقابل تهدیدات طالبان حفاظت کنید. سلام و درود خدمت همه شما بینندگان محترم سرویس خبری تلویزیون بامیان. قربان علی نوید هستم با مشروع خبرهای امروز. پس از سقوط یک پاسگاه امنیتی در منطقه باغک ولسوالی شیور، پس از چاشت روز دوشنبه 21 سرطان تعمیر ولسوالی و قماندان امنی کهمرد نیز به دست طالبان افتاده است. یک منبع از ولسوالی کهمرد این خبر را تایید می کند و می گوید که پس از چاشت امروز دوشنبه تعمیر ولسوالی و قماندانی این ولسوالی خالی شده و حالا به دست طالبان افتاده است. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، یک تن از سخنگویان گروه طالبان، نیز گفته است که ولسوالی و قماندانی کهمرد به دست این گروه افتاده است. نیروهای امنیتی مستقر در سر کوتل شیور ولایت بامیان میگوید که آنان آمادگی کامل در مقابل گروه طالبان دارد و تعهد میسپارند تا یک قطره خون در بدن دارد میجنگند. قماندان علی جان مسئول عملیات و از در سر کوتل شیور میگوید که آنان آمادگی کامل دارد و سربازان از روحیه بالای برخوردارند. با سقوط ولسوالی های سرخ و پارسا و شیخ علی ولایت پروان و پسته دهن باغک ولسوالی شیبر با دست طالبان و عقب نشینی نیروهای امنیتی از پسته آش پشته شمار از باشنده های بامیان نگران شده است. اما نیروهای امنیتی مستقر در سر کوتل شیور ولایت بامیان میگوید که آنان آمادگی کامل دارد و نمیگذارند که گروه طالبان وارد خاک بامیان شود. اینجا سر کوتل شیبر مرز مشترک بین ولسوالی شیخخلی ولایت پروان و ولسوالی شیبر ولایت بامیان است. در اینجا نیروهای امنیتی آمادگی کامل داره که تا در مقابل گروه طالبان بجنگه، اما خوشبختانه ما که میبینیم در اینجا نه جنگ وجود داره نه کدام سر صدای مرمی می، کاملا وضعیت تحت کنترل است و آرامی است. نیروهای امنیتی مستقر در سر کوتل شیبر ولایت بامیان میگویند که آنان آماده کامل در مقابل گروه طالبان دارد و تعهد می‌سپارند که تا یک قطره خون در بدن دارد می‌جنگد. قماندان علی جان مسئول عملیات در سر کوتل شیور می‌گوید که آنان آماده کامل دارند و سربازان از رویه بالای برخوردارند. شخصا خودم که ادمیج هستم با هم مسرکای خود اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی که حضور دارند در اینجا، امنیت 100% است فعلا. تهدیدات فعلا هیچ وجود ندارد و به مردم بامیان 100% شخصا خود ما اطمینان میدهم که با تمام نیرویی که در این مستقر هستن دیگه ما آمادگی 100% رو داریم که اجازه نمیدیم که دو طالبی لوچک بیبندوار به در خاک بامیان تجاوز بکنه، به هیچ عنوان اجازه نمیدیم. با سقوط ولسوالی های سرخ و پارسا و شیخلی ولایت پروان و پوسته دهن باغک ولسوالی شیبر به دست طالبان و عقب نشینی نیروهای امنیتی از پوسته شپشته ولسوالی کهمرد این ولایت، شمار از باشنده های بامیان نگران شده است. اما نیروهای امنیتی مستقر در سر کوتل شیبر ولایت بامیان میگویند که آنان آماده کامل دارند و نمیگذارند که گروه طالبان وارد خاک بامیان شود. ما از نیروهای امنیتی ولسوالی شیبر هستیم و تا یک قطره خون در بدن داریم از خاک خود، از وطن خود، از ولایت خود، از مردم خود دفاع میکنیم. نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی در کوتل شیبر تأمین امنیت مردم ما هست. مردم ما هیچ نوع ورخطایی نکند که تا امین نیرو یک قطره خون در بدن دارد از مردم خود دفاع میکند که طالب ها مزدور پاکستان داخل خاک بامیان نشود. نام زیور شاد رو از پروان ولایت خیم راغلی از تو دی شیبر کوتل تا په دې خاطر باندې ځکه چې عملیات تر راغلی از ور دل تخپل منګ خپل امدګی لرو
او انشاءالله امید لرم د بامیان خلکو زه د امید ورکوم چې انشاءالله زړه مه وهئ څه خبره نشته او چې یو قطره خون ما په دې رګو کې انشاءالله دا دالخورا نه پرېږدو چې بامیان ته داخل شي او د خپلې خاورې خدمت کوو څه خبره نشته وروره انشاءالله موږ دلته امادګي خپله لرو. نیروهای امنیتی که با سلاح سبوک و سنگین در سر کتل شبر ولایت بامیان مستقرند میگویند که از این ولایت دفاع میکنند و نمیگذارند که بامیان ناامن شود و مردم نگران باشند. ما عبدالغفار هستم، یک تن از سربازان امنیت ملی ولایت بامیان و فعلا اوضاع فعلا خوب است، مردم نگران نکنند، ما در خدمت مردم هستیم و از بجا به بجا به خاک این وطن ما دفاع میکنیم. گفتنی است که بامیان در طی 20 سال گذشته یکی از ولایات امنی افغانستان است و شاهد کمترین رویدادهای ناامنی و جنگ است. اما سقوط ولسوالی ها در نقاط مختلف کشور و افزایش ناامنی در سرحدات این ولایت شمار از باشنده های بامیان نگران شدند و کج نموده است. اسحاق اکرمی، تلویزیون بامیان، سر کتل شیبر. پس از واگذاری یک پاسگاه امنیتی و تسلیم شدن 30 نفر از نیروهای امنیتی به گروه طالبان در منطقه باغک ولسوالی شیبر بامیان، حالا این سربازان بعد از رهایی از سوی گروه طالبان ادعا دارد که نیروهای کمکی به آنها نرسیده است. پسته باغک در دره شکاری ولسوالی شیبر ولایت بامیان واقع شده است و سربازان این پسته ادعا میکنند که بالای سنگر آنان 4 شبانه روز جنگ جریان داشت و آنان در محاصره گروه طالبان قرار داشته و مجبور شدند که به گروه طالبان تسلیم شوند. آنان دلیل تسلیمیشان را به گروه طالبان کمبود آش و امکانات می دانند، اما یک منبع امنیتی می گوید که نیروهای کمکی در ساحه رفته بود، اما بخاطر فرش ماین و حضور گروه طالبان در مسیر را نیروهای کمکی موفق نشدند که محاصره را بشکنند. همچنان گفته می شود که نزدیک 10 تن دیگر که در این ساحه در محاصره بود ولی به طالبان تسلیم نشده بودند، شب گذشته توسط نیروهای امنیتی نجات داده شده است. پس از واگذاری یک پاسگاه امنیتی و تسلیم شدن 30 نفر از نیروهای امنیتی به گروه طالبان در منطقه باغک ولسوالی شیبر بامیان، حالا این سربازان بعد از رهایی از سوی گروه طالبان ادعا دارد که نیروهای کمکی به آنان نرسیده است. این سربازان که یک جسد همسنگرشان را در پیش دفتر مقام ولایت بامیان آورده است، از مسئولان سوال میکنند که چرا به مدت 4 شبانه روز به آنان کمک نرسیده است. استقامت کردیم، دشمن از 4 طرف سلاحهای روز از طرف روز دراز دو فیزد که ما سر بر نمیتزیم از اتاقا، شو از طرف شو لیزری میزد، دمان نان نرسید، 4 شبانه روز ما مستقامت کردیم، دمان نان نرسید، دمان او نرسید، دمان امکانات نرسید، بجوز از اینکه مقامات بامیان ما را بازی داد از زبان خود. پسته باغک در دره شکاری ولسوالی شیبر ولایت بامیان واقع شده است و سربازان این پسته ادعا میکند که بالای سنگرهای آنان 4 شبانه روز جنگ جریان داشته و آنان در محاصره گروه طالبان قرار گرفته است و مجبور شدند تا به گروه طالبان تسلیم شوند. گبی والی سی به گوش کردیم، گبی قمانده سی به گوش کردیم، گبی رئیس امنیت بامیان گوش کردیم، ما تسلیم نمیشیم هرگز به دشمن. تا اینکه شام شد، سلاح لیزری نزدیک شد، در فاصله 20 متری 15 متری ما را مجبور شد و مجبور ساختیم ما فامیدی سلاح خود از زیر بیاریم، فامیدی مقابل دشمن دیست بالا کنیم، ما تسلیم شدیم. راکت کفی نبوده، بچه ها توانایی نداشته راکت بالا کنه، زوف کده بوده و اون مردم به آخر طالب ها گرفت گردیم ما را تسلیم شد. آنان دلیل تسلیمیشان را به گروه طالبان کمبود آش و امکانات می دانند، اما یک منبع امنیتی می گویند که نیروهای کمکی در ساحه رفته بود، اما به خاطر فرش ماین و حضور گروه طالبان در مسیر راه نیروهای کمکی موفق شدند که محاصره را بشکنند. اما یک پسته امنیتی که به گروه طالبان تسلیم نشده بودند، شب گذشته توسط نیروهای امنیتی از دهن باغک به ولسوالی شیبر انتقال داده شدند. در همین حال سید انور رحمتی والی بامیان تایید میکنند که در پوسته باغک بعضی مشکلات وجود داشته است. یک تعداد پرسنل داشتیم، متاسفانه دچار مشکل شده. دلایل زیرا حتما بخش های امنیتی ما کار میکنه و این کار جریان داره. گفتنی است که جنگ بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان از دو ماه به این طرف در نقاط مختلف کشور شدت گرفته است و شمار از ولسوالی ها به دست طالبان سقوط نمودند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه 21 سرطان گفت که تبعیض و برخوردهای غیر انسانی و اسلامی علیه زنان
در مناطق تحت تصرف طالبان نگران کننده می باشد. آقای رحمانی افزون بر سازمان ملل متحد از کمیسیون حقوق بشر افغانستان، کمیسیون حقوق بشر اروپا و نهادهای حامی حقوق زنان و نهادهای مدنی داخلی و بین المللی خواست که به نگرانی ها در مورد بدرفتاری طالبان با زنان رسیدگی کنند و آنان را مورد حمایت قرار دهند. ساکنان شمار از مناطقی اخیراً به دست جنگجویان طالب افتاده است. بر رسانه ها گفتند که طالبان در هنگام ورود به این مناطق بر زنان محدودیت وضع کرده است. آنان افزودند که جنگجویان این گروه با زنان همانند زمان امارتشان در کابل رفتار و برخورد میکنند. طالبان به زنان اجازه بیرون شدن از منزل بدون محرم را نداده و همچنین آنان را مجبور به پوشیدن برقه کرده است. اما ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان گفته است که رفتار جنگجویان این گروه با تمام مردم از جمله زنان مطابق با اصول شریعت است و افزود که هیچ محدودیت و شرایط از سوی طالبان به مردم وضع نشده است. سپاس از توجهتان. تا این دم تا روز دیگر، خدایا را نگهدار شما. سلام پدر. علیکم سلام. حوالی لندن رسید؟ بله خیر. ببینید دخترم، بسیار در وقت کم. به خاطر که این دفعه از طریق صرافی برادران سروری فرستادم. تا جاهای دیگر هم حواله میکند؟ بله، تمام شهرهای افغانستان و حتی کشورهای دیگر. بسیار خوب، بسیار خوب. صرافی برادران سروری انتقال پولتان را در کمتر از 24 ساعت از لندن به افغانستان و کشورهای دیگر فراهم می‌سازد. با ما در تماس شوید. 2044 20 82 57 35 و 47.